خب ما در باب رابطه خیال و واقعیت قرار هست که بحثی داشته باشیم. اول باید بگیم که واقعیت چی هست. این جهان بیرون رو که ما برای ما ظاهره، در واقع در حکم حضور واقعیت این جهان، اما دو وجه از واقعیت هست. یک واقعیت در خود که واقعیتی است که جهان بیرون در خودش واقعیت خودش رو داره و ما بهش دسترسی نداریم، در واقع که خودش هست و هستی در خودشه. یک واقعیت بر ما هست، یعنی ما از واقعیت چی دریافت میکنیم. و خب ساختارهای حسی ما مثل گوش و چشم و این حرفا، اینا ظرفیت‌های محدودی رو دارن و طیف‌های بالاتر و پایین‌تری رو نمیتونن دریافت کنن، چه در بینایی و چه در شنوایی، در واقع در دیگر حس‌های ما. و این باعث میشه که ما بخشی از جهان رو، بخشی از واقعیت رو دریافت میکنیم، نه همه واقعیت رو. چیزی فرای حس‌های ما، جهان در واقع برای ما مجهوله. ما با جهان مجهول مواجه هستیم بیشتر تا با جهان معلوم. ببینید این تناقض ها باعث میشه که، این تضاد ها باعث میشه که ما نمیدونیم واقعیت اشیا کجاست. و پدیدارشناسی به خصوص یک جمله داره، اون میگه که اشیا خودشون رو ظاهر میکنن برای که بتونن خودشون رو پنهان کنن. این یک چیز هست. و بعد حسای ما هم به همین ترتیبه. به هر حال ما نه با واقعیت فقط که از ما اصلا درگیر حقیقت هم هستیم، که واقعیت، وقتی میگیم واقعیت چیست، یعنی میخوایم بفهمیم حقیقت واقعیت چیست. اصلا بحث مونه. و حقیقت در واقع مزمره در درون واقعیت. اما به دلیل همین محدود بودن ظرفیت های خودمون که ظرفیت عقلی هست، حسی هست، هیچ وقت جهان رو به مثابه امر تامه دریافت نمی کنیم. اگه بخشی از حقیقت رو در هر مرحله کشف میکنید، مثلا شما به بعد این کشفی که میکنیم، هر بخشی که کشف میکنیم دایره مجهولات ما بیشتر میشه به جایی که کمتر بشه. ببینید اینا همه واقعیت رو به شدت متلون و نسبی و رمزواره میکنه بیشتر تا یک چیز مبرهن واضح و آشکاری که اغلب ما عادت کردیم. به امجد بارت میگه که واقعیت عادت ماست. ما با عادتهایی که کردیم رو واقعیت میشماریم، در که واقعیت چیز دیگری است. ابزارهای فنی هم در کارهای چیز مثل دوربین و دوربین عکاسی و سینما که در واقع به یک نحوی تداوم حسای ماست، اما خود اون باز واقعیت رو بیشتر از خود واقعیت مخدوش میکنه. چون اولین چیزی که وجود داره در واقعیت این است که واقعیت، مکان و زمان در واقعیت متصلن. ما زمان منقطع نداریم. این واقعیت واقعیت متصله. واقعیت منتزه نیست. جدا شده نیست. در که کادر دوربین چهار گوشی که میکنه، حالا به هر شکلی واقعیت رو میبره، چه زمان رو و چه مکان رو میبره. وقتی بریده میشه دیگه اون واقعیت، واقعیت مخدوشیه، واقعیت جوهری نیست. خب این باز یک مشکل رو میشه به جای اینکه کم کنه بیشتر میکنه. در واقع به همین جهت میتونیم بگیم واقعیت دسترس پذیر نیست. و ما به اندازه طیف ظرفیت وجودی خودمون هست که برای ما واقعیت قابل فهمه، نه بیشتر. و این قابل فهم بودن مستلزم ذات واقعیت نیست. ذات واقعیت یک امر پنهان و گریزنده است در واقع. بلکه این فهم ما بخش قابل اجرای واقعیت. مثلا ما میدونیم که آتش
سوزاننده است. اما نمیدونیم آتش چیست. ما فقط میدونیم آتش سوزاننده است. چیه که آتش رو سوزاننده میکنه؟ ما نمیدونیم. فیزیک هم طور من نمیدونیم. اما میدونیم که آتش سوزاننده است. از این سوزانندگی آتش میتونیم استفاده کنیم. یعنی اجرا کنیم سوزانندگیشو. و بگیم که خیال چیه حالا؟ واژه خیال میگن که این کلمه از سانسکریت به جهان عرب رفته، به زبان عرب رفته. کلمه خیا در سانسکریت هست که اون رفته به چیز بشده خیال. و خیایتی به معنی کنسپت و ایده و ایماجینم هست. خیال اسم عربیه به ظاهر، مترادف پندار فارسیه. و هر دو اینا یک معنا داره. همه چیزهایی که برای پندار هست برای چیز هم هست. پندار نیک یعنی چیز به منجد. خیال البته به معنی تصور در آوردن، به تصور در آوردن چیزی در ذهن. و اصطلاح حافظ میگه صورت بستن. این راه را نهایت صورت کجا توان بست؟ یعنی چجوری میشه خیال کرد این راه نهایتش کجاست؟ صورت بستن عمل خیال اندیشیه. اما ماده خام خیال دریافتهای حسی از جهان بیرونه، در که خیال ضد واقعیت نیست، بلکه از مواعد واقعیت خیال واسطه است، نه زدش. این صورت بستن در ذهن اتفاق میفته. این چیزی که عادت شده است. خیال در واقع خودش رو محدود به عادات نمی کنه. علت هم داره. خیال نظام خودش رو داره. و این خیال هست که با بهم زدن جهان، جهان رو به فهم در میاره. وگرنه جهان شاید چندان فهم پذیر نباشه اگر خیال نباشه. از این جهت واژه خیال مترادف میشه با تصور، اندیشه، تفکر، عقیده و حتی عقل و اراده. اما خیال متصل به واقعیته. عناصر خیال از عناصر واقعیت برداشت میشن. مکانیزم خیال این است که عناصر متضاد رو به هم متصل میکنه و مرتبط میکنه. ضد واقعیت نیست، بلکه واقعی عناصر واقعیت رو به هم آشتی میده. خیال عناصر جابجا میکنه. در واقع با این جابجا کردن یک کاری دیگه میکنه. خیال جهان رو به سوال میبره. چرا چنینه؟ چرا چنانی که ما میخواهیم نیست؟ چرا ایجاد میکنه؟ چرا این کوه فقط سنگه و طلا نیست؟ سوال برانگیز خیال با سوال مواجه میشه. و شکل دیگه، این شکل دیگرگون که معمولا توی اندیشه های عاشقانه به شدت خیال عمل کرد داره. مثلا عاشق از ناز معشوق ناراضیه، ناراحته، ها خیال میکنه که معشوق تو با معشوق چه روابط متفاهمی میتونه داشته باشه. و از مثلا رفتن به سینما خیال میکنه بریم باش برم سینما، براش یک چیز بخرم، براش یک هدیه بخرم. بعد همینطور تا روابط دیگه که میتونه به هنجار نباشه، حتی تمام روابط رو خیال میکنه. این خیال در واقع ناراضی بودن از آنچه که رابطه‌ای که بین او و معشوق وجود داره. در واقع ما با خیال جهان رو خلق میکنیم و اختراع میکنیم. تمام اختراعات بشری پایگاه در خیال داره. بدون خیال ما هیچ اختراعی نمیتونیم بکنیم. مثلا خیال فیزیکی، فیزیک و ریاضی داوینچی هست که پرواز رو برای انسان در قرن 19 امکان پذیر میکنه. یعنی این خیال او در قرن 15 400 سال طول میکشه، ولی همواره با انسان رو آگاه میکنه که چنین چیزی رو بخواد
انسانی که نمیتونه پرواز کنه چرا نباید پرواز کنه؟ سواله. و این طرح میزنه و این طرحها طرحهای خیالی اون بعداً در قرن 19 به 20 اجرا میشه. این امر در زبان کارکرد دائمی داره، خاصه در زبان شعر. زبان شعر زبانی است که ناراضیه از محدودیت‌های زبانی، از ساختار زبان، حتی در واقع از نظام زبان، و سعی می‌کنه نظام زبان رو گسترش بده، چون که از نظام زبان پیروی کنه. به همین جهت ما این از طریق تمثیل، تشبیه، استعاره و دیگر چیزها که در زبان روزمره کاربردی نداره، در واقع زبان رو گسترش میده. دو شعی رو که به هم شبیه ارتباطی ندارن، به هم شبیه شباهتشون رو در کشف میکنه، در میاره. لذت شعری در واقع، لذت از شعر در واقع در همین نابجایی دستور زبانی یا دیگر شدن نحو زبانه. به هر حال ناراضی بودن از جهان، جهان واقعیت، انسان رو به خلاقیت و اختراع و ساختن وادار کرد. به هر حال خیال، خواب دیدن، خواب دیدن، خاطره، امید، روشنبینی، دید بروری، اینا همه عرصه های شخصی خیال هم. اما اسطوره، نماد، آرمان شهر، امید جمعی، حتی ایدئولوژی، عرصه خیال جمعی هم. خیال شعری و خیال علمی که باشلار بهش بحث میکنه و تعبیر باشلاره، و خیال اجتماعی رو ژیبر دوران بهش توجه میکنه، که این هر دو از دو موضع شخصی و جمعی خیال هست. در واقع تخیل تو زبان لاتینی میشه ایماجیناسیون، که از فعل لاتینی ایماجینر، ایماجینری میاد، که به معنی تصویر از خوده. این ریشه یک خودپژواکی تخیله، به این معناست در واقع. نشانه خود در واقع خود ذهنه در اینکه چگونه آغاز میکنه به عمل. در این وجه به مسابقه تدبیر هم هست و اندیشه به این معناست، چون اندیشه در فارسی به معنی تدبیره، به معنی ترس هم هست، که توهم بخشی از خیاله، در توهم ترس هست. و چیز اساسی تر، مقابله با مرگ. ناراضی ترین بخش ذهن انسان از مرگ. مجسمه های میکلانج در واقع مجسمه های نامی را هستند، موجودات نامی را هستند، ممکن شکننده باشند اما نامی را، و میکلانج با اونها زنده است، نمرده. همینجاست است که به همین ترتیبه که عبدالقاهر جرجانی، زیبایی شناس قرن پنجم هجری در گرگان، میگه که خیال شعری محال رو ممکن میکنه. ما محاله که پایدار و جاودان باشیم، اما خیال ما در هنر امر جاودانه رو رقم میزنه. مثلا تو تابلوی ورمیر زنی هست که داره شیر از یک ظرفی شیر میریزه توی یک کاسه. اون فیلسوف ایتالیایی میگه که این شیر ریختنی است ابدی، چون همواره داره شیر ریخته میشه، چیزی که یک لحظه است فقط ابدی میشه. این رو هنر ابدی میکنه. هنر در واقع لحظه رو
ابدی میکنه و وجودی رو که چیز هست ابدی میکنه و به این ترتیب میکلانج نمرده. همینطور حافظ، همینطور مولانا و همینطور بیدل و دیگران. در واقع خیال که زیربنای خلاقیته، در واقع خلاقیت رو برساخته تا نامیرایی رو خلق کنه. از اینجا میرسیم به خیال شعری که عبدالقاهر جرجانی یا گرگانی در قرن پنجم برش خیلی بحثا داره. این خیال، تو در این خیال میتونی بپری، تو خیال زبانی، خیال شعری میتونی بپری. میگه که عشق است بر هوا پریدن، مولانا میگه. دقیقاً این تو زبان میتونه اتفاق بیفته. خیال زبانی که در واقع خیال شعری، عبدالقادر جرجانی میگه جمع نقیضین رو که در منطق محاله ممکن میکنه، یعنی اون محال رو ممکن میکنه. و همینطور خیال شعری زشت رو زیبا میکنه. مثلا حافظ مثلا حسادت امر زشتیه، درسته؟ در همه اخلاقیات جهانی و فردی حسادت امر زشتی است، درسته؟ خب اما حافظ چیکار میکنه؟ میگه که سخن درست بگویم نمیتوانم دید، که می خورند حریفان و من نظاره کنم. یعنی چی؟ یعنی من در می خوردن حریفان حسادت میکنم به می خوردن حریفان، درسته؟ ببینید حسادت رو تبدیل میکنه به یک امر لطیف و زیبا. و حافظی که میگه که خیال حوصله بحر میپزد، خیال حوصله بحر میپزم، بعد میگه هیهات چه هاست در سر این قطره محال‌اندیش. این قطره محال‌اندیش با خیالش کل جهان رو در خودش چیکار میکنه؟ جمع میکنه و میاره. در واقع ذات خیال اراده معطوف به مقابله با مرگ، یعنی محال ابدی که بتونه هستی ابدی بشه. این محال ابدیت برای انسان محاله، اما این محال ابدی رو خیال در هنر متجلی میکنه. و شعر هنر، و شعر هنر خیال ابدیت. و مولانا میگه که من خیال باد شکل آبگونم.